خب به ذات هشم ادامه یور دعا فصل 87. ما جلسه گذشته توضیح دادیم که از تورا ممنوعه که یکی بیاد گوشت بهما تهورا، یعنی گوشت چهارپای حلال گوشت که شامل گاو، گوسفند و بز میشه، بیاد و با شیر حیوان حلال گوشت بپزه و همینطور آسور به خوردنه و همینطور آسور به هنعاس، که اینا کامل توضیح دادیم. گفتیم اگه یکی از اینها فرق داشته باشه، مثلا مال گوشت بهما باشه ولی شیر حیوان تامه باشه، در این صورت ممنوعیت بیشول و حناء نداره، یعنی ممنوعیت پختن و حناء بردن نداره، فقط ممنوعیت خوردن داره. فرض کنید مثلا یکی اومد گوشت بهما را در شیر شتر پخت، ممنوعیت پختن یا حناء بردن نداره ولی ممنوعیت خوردن را داره. همینطور گفتیم اگه یکی بیاد گوشت پرنده با خیا، گوشت پرنده یا خیا مثل آهو، بیاد با شیر بپزه، این ممنوعیتی به این شکل نداره، خب از جنبه پختن و حناء بردن و خوردنش هم حتی از ربانانه، یعنی نخوردن شیر با مرغ یا با آهو که خیاس، این از ربانان ممنوعیت خوردنشه. خب برای ما فرقی نمیکنه چه از تورا باشه چه از ربانان باشه، قانونه که ما اینا بیایم و اجرا بکنیم. بعد مورد دیگه این که گفتیم داگیم و خگاویم، ماهی و ملخ، ایسور نیست که یکی بیاد و با لبنیات استفاده بکنه، درست؟ خب حتی از ربانان. خب چند نظریه وجود داره بین پسخیم. بعضی نظر هارامبام عقیده داره. آخه میدونید ما یه قانونی داریم که گوشت و ماهی ها خوب نیست که با هم بخوریم. خب هارامبام این تو گمارا گفته شده. هارامبام عقیده دارن که این چیزی که تو گمارا گفته که گوشت و ماهی ها نباید با هم بخورن، این مال علمیه که دوره گمارا گفته شده. این نظر هارامبامه. ولی خیلی پسخیمه دیگه عقیده دارن که نه آقا تو گمارا چون گفته شده حالا خاص، بنابراین ما گوشت و مرغا همراه ماهی نمیتونیم بخوریم، حتما باید بینش فاصله بندازیم. مثلا شب شبات ما ماهی میخوریم، بعد از اون مرغ یا گوشت میخوریم، با هم نمیتونیم بخوریم ولی با فاصله هم دیگه، به شرط اینکه بینش یه تیکه نون بخوریم، دستامونو بشوریم، یه مقدار آب بخوریم، میتونیم ماهی بخوریم و بعدش گوشت یا مرغ استفاده بکنیم. البته هارامبام میگه این مجازه ولی حلقا طبق هارامبام نیست. یه مورد دیگه این که ما بین پسخیم اختلاف نظره که آیا میتونیم همراه ماهی لبنیات بخوریم یا نه. طبق هارامبام مجازه. همینطور خیلی پسخیم از جمله تز، شخ، اینا عقیده دارن که خوردن ماهی با لبنیات مجازه. اما خیلی از پسخیم سفارادی عقیده دارن که خوردن ماهی با لبنیات خوب نیست از جنبه سلامتی. حالا خود چیه؟ حالا خود مسه هارا به نیشخای و همینطور هارا به ودیا یوسف و خیلی از اخرانیم سفارادی عقیده دارن که ما نباید بیایم و ماهی با لبنیات استفاده بکنیم. برابر این رستورانای سفارادی همچنین اجازه یا نمیدن که بیان ماهی یا با لبنیات استفاده کنن. به عنوان مثال مثلا رستوران های سفارادی اجازه نمیدن که بیان روی پیتزایی که لبنیاته روش تون ماهی بریزن. رستوران های سفارادی این اجازه را نمیدن. خب و ما هم همه رستوران ها باید اینجوری رفتار بکنن، یعنی وقتی میخوان پیتزا درست کنن نباید روش تون ماهی بریزن، درست؟ اما یه تبصره اینجا هست. اگه کسی عادت داشته از قبل، اگه کسی از قبل عادت داشته که می اومده و با لبنیات ماهی ها می خورده، مثلا رو پیتزاش همیشه عادت داشته که می اومده تونه ماهی می ریخته، برای استفاده شخصی خودش تو خونه می تونه این کار رو بکنه، طبق اون پسخیمی که عقیده دارن این کار مجازه. پس بنابراین اگه کسی از قبل عادت داشته که روی پیتزاش که لبنیاته تونه ماهی میریخته و هیچ اتفاقی هم براش نمیافتاده، بدنش عادت داره، خب
در این صورت برای استفاده شخصی خودش میتونه این کارا تو خونه انجام بده. ولی تو رستوران های جماعتی ما اجازه را نمیدیم. توی رستوران های جماعتی چون هارا بنیشخه، کفخهیم، هارا وودیا و خیلی از بزرگ خسده، خیلی از بزرگان سفارادی میگن نباید استفاده کرد ماهی یا با لبنیات، ما برای جماعت نمیایم استفاده بکنیم. اگه کسی عادت داشته قبلا برای خودش استفاده شخصی میکرده، میتونه الانم این کارا ادامه بده. خب میریم حقا وناهگو و رسم دست درست کنن خلاف شیر میشه قدیم از بادام و قرار میدن در اون باسار اوف گوشت پرنده. های چون که به اینو رق میده ربانان، یعنی نیست مگر از ربانان، اما گوشت بهما یش لحنی اخ اسلح خلاف باید قرار بدن کنار اون شیر بادام به خاطر مریض هاین، همونطور که توضیح دادیم در بالا سیمان فلان لینیان دام در رابطه با خون. خب ببینید ابو تایما این قانونا داریم که ویهیتم نقیم معدونای اوم اسرائیل، یعنی آدم باید کاری که انجام میده یه حلاخایی که اجرا میکنه هم در دید مردم خوب باشه هم در دید خدا خوب باشه. ویهیتم نقیم معدونای اوم اسرائیل، یعنی آدم باید پاک باشه هم از دید خدا هم از دید مردم. کاری آدم نباید بکنه که با وجود اینکه درسته ولی تو دید مردم مثلا ممکنه به سوء ظن ببرن. به عنوان مثال مثلا شیر بادام که مطمئنیم لبنیات نداره، البته باید دید حتما، ما نمیتونیم همینجور تکیه بکنیم و مطمئن باشیم که این شیر از بادام گرفته شده یا از سویا گرفته شده. اگه خالصه خب این پروست. آیا ما میتونیم مثلا بیایم با گوشتی بخوریم؟ مثلا فرض کنید شما شیر بذارید کنارتون، شیر بادام که لبنی نیست همراه کباب بخورید، مجاز از اصل قانون، درسته؟ ولی نباید مریض هایین داشته باشه. مثلا باید یه چند تا بادام داخل این شیره بندازید که مشخص باشه این شیره بادامه، یا مثلا یه نوشته‌ای یا یه مارکی که مربوط به بادامه مثلا روش نوشته بادام اونجا بذارید، بستش اونجا بذارید که مشخص باشه که این شیره بادامه. در این صورت میشه این کارا کرد. اما در مورد پرندگان لازم نیست این نشونه را بذاریم. چرا؟ چون خود این مریتاین گذرای خخامیمه، خوردن شیر و مرغ اینم از ربانانه، چیزایی که از ربانانه مریتاین نداره طبق نظر رما. پس طبق نظر رما اگه شما مثلا جوجه کباب میخورید با شیر بادام لازم نیست یه نشونه بذارید که این شیر بادامه، چون خود خوردن شیر لبنی هم با مرغ میده ربانان ممنوعه، ما نمیایم گذرا رو گذرا ببریم. ولی اگه شیر بادام یکی میاد با گوشت بهما میخوره، چون ممنوعیت شیر لبنی از تراث، بنابراین باید یه نشونه بذاره که مشخص باشه بقیه هم سوء ظن نبرن که داره شیر لبنی میخوره، بلکه همه بدونن که این شیر بادامه. اما در هر صورت خب بهتره سخت گرفت، فرقی نمیکنه چه مرغ چه بهما، وقتی شما استفاده میکنید و به این شکل از شیر سویا یا شیر بادامه، حتما یه نشونه ای بذارید که مشخص باشه که بهتون به این شکل سوء ظن نبرن. یا مثال دیگه فرض کنید تو رستوران میان پیتزا درست میکنن، بعد سوسیس گیاهی بهش اضافه میکنن. خب بعد دقت داشت که حتما یه چند تا اون سوسیس گیاهی ها رو بذاریم رو میز یا حتی پوستش ها بذاریم که مشخص باشه که یهو کسی بهمون سوء ظن نبره که داریم سوسیس گوشتی در اونجا میذاریم. پس دقت کنیم وقتی در رستوران ها ما میایم پیتزا درست میکنیم و روش سوسیس میریزیم، حتما یه پوست سوسیس گیاهیه یا پوست سوسیس گیاهی اونجا باشه که مشخص باشه که بهمون سوء ظن نبرن که یهو داریم سوسیس گوشتی میریزیم داخلش. البته باید دقت داشت که این سوسیسای گیاهی بیرون ما نمیتونیم استفاده کنیم، خیلی موقع هست که توش تقلب میشه و ممکنه داخلش چیزای آسو ریخته باشن، فقط سوسیس گیاهی بیرون ها ما در صورتی میتونیم استفاده کنیم که 100% دیده باشیم، ناظر باشه بالا سرش، دیدیم که حتما از گیاهی استفاده شده و گوشتی از اون استفاده نشده باشه. خب میریم اگه سوالی هست بفرمایید. مایلاربی مثلا یکی میتونه زنگ بزنه به رستوران بگه مثلا رو پیتزا من تونه ماهی بریز
رستوران میتونه این کار رو برای یه شخص انجام بده با رضایت خیر خودش. گفتیم فقط شخصی کسی میتونه تو خونه اگه عادت داشته قبلا بیاد رو پیتزای خودش تون ماهی بریزه و درست بکنه اگه عادت داشته قبلا، ولی به طور کلی رستوران های کشروت این اجازه را ندارن. کارکنان اونجا برای خودشون همین جوری نمیتونن نه جلو مردم نکنه این اجازه را ما به کشروت نمیدیم، چون اکثر پسکم سفارادی مخالف اینن که لبنیات با ماهی سرو بشه مصرف بشه. خب صایف دالت آسور لوشل به خالاب ایشا میپنه منی تاین. خب ببینید شیر مادر پروست حکم لبنی نداره. حالا با این وجود جنبه مریتا این آسوره که یکی بیاد گوشتا در شیر مادر بپزه. مثلا فرض کنید مادر شیرش را گرفته برای بچه، حالا بیاد مثلا تون شیره گوشت له کنه و به بچه بده، این جنبه مریتا این داره، جنبه مریتا این داره و نباید این کار انجام بده. ما گفتیم پاسخ داریم که ویهیت امنقیی مدونای اوم اسرائیل، یعنی آدم باید کاری که انجام میده هم از دیده هشم مبرا باشه هم از دیده مردم، کاری نکنه که مردمی ها به سوء زن ببرن. و عرفین و نافر لتو خطف شید و حتی اگه افتاد داخل غذا، یعنی شیر مادر فرض کنید چند قطرش چکید روی غذای ما، فرض کنید خورشت سبزی درست کرده بودیم از این شیر مادره چند قطره ریخت تو این غذای ما، خورشت سبزی ما که داخلش گوشته، باطل میشه و لازم نیست اندازه 60 برابر. پس اگه اتفاقی شیر مادر مثلا چند قطرش ریخت تو غذا را آسور نکرده، حتی 60 برابر هم لازم نیست باشه، چون فقط جنبه مریتا این داره و الان هم مریتا اینش از بین رفته دیگه، چون دیگه اصلا شیر معلوم نیست توی اون غذا. هگا ونیره لفیزه و به نظر میرسه بر طبق این ده کل شکند آسور لوشه لخط خیلا، که صد البته آسوره که بپزن لخط خیلا به خالاب تمعا در شیر تامه یا بسار تمعا گوشت تامه در شیر طاهر، و فقط بسار بهما اول به افت ربانان الا خوش، و فقط در مورد گوشت بهما صحبت میکنیم، اما گوشت افت که از ربانانه نمیترسیم، که اینا قبلا در موردش کامل توضیح دادیم. خب بریم صیفه ه. بتیم هنیم سیم به افت، تخم مرغایی که یافت میشن در پرندگان. ایم هم گمورت، اگه اونها به طور کاملن دهن و شیش لاهم، که یعنی دارن خلبون و خلمون سفیده و زرده. افل پیشهیم معورا بگیدیم، با وجود این که اون پوست داره با رگه حرز گمورا اینا که این کامله اومتار لاخلاح بخالا و مجازه که اونا با شیر بخوره. اول ایم انلاح، اما اگه نداره الا خلمون فقط زرده است، آسور لمشلان بخالا، آسوره که اونها را بپزه با شیر. اول ایم اما اگه اخالا بیفنه اتمام خورد اونها را به تنهایی مجازه بخوره بعد از اون گوینا پنیر یا شیر. خب ببینید فرض کنید شما یه مرغ هلندی یا مرغ بومی گرفتید، وقتی شخیتاشون کردید توی شکمشون دیدید تخمه، این تخم مرغ در شکمش هم زرده داره هم سفیده داره، یه پوست هم دورشه. وقتی که سفیده و زرده کامله و یه پوستی دورشه، حتی اگه پوسته معوره بگیدیمه، یعنی اون پوسته یه رگه هایی هم داخلشه، این تخم مرغ پروست و شما مجازید که بیاید و با لبنیات استفاده بکنید. ولی اگه فقط زرد است، اگه فقط زرد است، اینا نمیتونید با گوشت استفاده بکنید، مثلا یکی نمیتونه تو شیر بریزه و بخوره، ولی لازم هم نیست 6 ساعت صبر بکنی، میتونه این زرده را بخوره بعد از اون میتونه شیر بخوره، پس همراه شیر نمیتونه استفاده بکنه، ولی جدا جدا امکانش هست. پس یه بار دیگه توضیح میدیم. ببینید شما یه مرغی را شکیتا کردید، داخلش یه تخم مرغ درسته با پوسته در آوردید، خب با پوسته سفیده که دورشه که آهکیه، خب 100 درصد اوکیه،
حتی اگه این پوست آهکیه هنوز آهک نشده، شفافه و رگه هایی هم داخلشه. این پرورده است و میتونید با شیر استفاده بکنید. ولی تخم مرغی که فقط زرد است، تخم مرغی که فقط زرد داره، اینا نمیتونید با همراه شیر بخورید. ولی از اینکه 6 ساعت هم صبر بکنید لازم نیست. میتونید اون زرده اون تخمی که تو شکم اون مرغ بوده استفاده کنید و بعد از اون شیر مصرف بکنید. درست؟ خب یه توضیح اینجا بفهمید. زرده با اون تخم مرغ کامله، اون که اصلا به نظر میاد چون خود رگه هم داره که به نظر میاد باید قانونش سخت‌تر باشه. نه چون پوسته داروشه، چون پوسته روشه دیگه این فاصله. بله چون یه پوسته بینش هست دیگه این مورد در موردش نمیگیم. اوکی. خب البته مخلوقته، بعضی اخرانی میگن وقتی مئوره بگیدین باشه هنوز با شیر استفاده نکنه، ولی طبق نظر ماران، ماران عقیده دارن که وقتی حتی مئوره بگیدین باشه، یعنی یه پوستیه که روش رگه هایی هم باشه، بازم این مجازه که همراه شیر استفاده بشه. خب یه چند تا توضیح وجود داره برای مئوره بگیدین. یعنی چی یه پوستیه که روش رگه ها داره؟ یه توضیح اینه که یعنی رگه های خونی روی اون پوست دیده میشه. خب یه توضیح دیگه این که هنوز به بدن اون افه وصله. یعنی یه توضیح میگه که هنوز به بدن اون اف اون وصله و به این شکل جدا نشده. زیبخ صدق اینا سخت میگیرن، اما توی که گفتم خیلی آخرانیم سخت میگیرن، از جمله زیبخ صدق. زیبخ صدق عقیده داره که اگه مئورا بگیدیم باشه، یعنی یه پوستی داشته باشه و رگ روی اون باشه، اون حکم گوشتی داره و نمیتونیم همراه شیر بیایم و اونا استفاده بکنیم. خب سوالی نیست اینجا؟ خب اگه اجازه بدید تا اینجا مهیدا براخاش میکنیم. موفق باشید. تسخار عباش. شارو مرخم. شارو مرخم.